عشقا تو را گفتم میا در سینه بشکستم، باز آمدی گفتی که من ام مرهمم، گفتم که مرهم نیستی تو، بند و بالم سوختی، دیگر ندارد طاقتت جان و تنم، جان و تنم. سخت گوش، پرسشگر و جسور، او الگوی میلیون ها جوان افغان بود. با سرودن شعر از عشق می گفت و با خط و تیر زیبایی های زندگی را می نوشت و مهمتر او می پرسید بدون خوف و حراس، در جستجوی پاسخ برای سوال های بی جواب یک ملت بود. کسی که مشروعیت ندارد چگونه مشروعیت می خواهید؟ ملتی که در پی قتل او برای شناسایی قاتلینش صدا بلند کردن، اما هیچ صدای به اندازه صدای یما سیاوش بلندتر نبود. بدن بی جان یما سیاوش همانند صدها جوان افغان دیگر که آرمان آزادی و آبادی وطن را داشتند، بی آن که به هدف برسند به خاک سرد و تاریک دفن شد. در این پروفایل به زندگی یما سیاوش و چگونگی قتل او می پردازم. همراهی من کنید. یما سیاوش در 10 جوزای 1363 در 50 کوتی شهرک نساجی گلبهار واقع در ولایت کاپیسا متولد شد. پدرش محمد داوود سیاوش، مؤسس، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ارمغان ملی است. برادر او بکتاش سیاوش نماینده مردم در دوره 16 پارلمان افغانستان بود. یما تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه استاد خلیل الله خلیلی، لیسه ناصر خسرو بلخی و لیسه عبدالهادی داوی به پایان رسانده بود و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه بین المللی نویدای هندوستان به دست آورده بود. او تنها یک چهره رسانه‌ای نبود، استعداد خاص در بخش‌های مختلف داشت. یک خطاط برجسته بود و در سرودن شعر مهارت خاص داشت. آثار زیبای از دست خط او به جا مانده است. تا گل بروی رنگ رنگ، سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک. یما سیاوش فعالیت خود را با کار در مجله نونهالان در نشریه آزاد ارمغان ملی آغاز کرد. سلام، وقت شما بخیر. با فراخبر با من یما سیاوش خوش آمدید. قرار است نخستین کارش را به عنوان مجری و خبرنگار در سال 2012 در برنامه تلویزیون فراخبر طلوع نیوز آغاز کرد. با برنامه خبری ساعت 10 از شبکه طلوع فعالیت‌هایش را ادامه داد. میلیون ها افغان برای تماشای برنامه او پای تلویزیون می نشستند و تماشا می کردند که او چگونه مسئولین را به چالش می کشد. چه کار را می خواهید انجام بدهید؟ یما صدای مردم شده بود و به همین لحاظ از محبوبیت و شهرت خاص برخوردار شد. او بی ترس و لرز مهمترین رویدادها را موشکافی می کرد. پرونده های مخفی و پنهان را برملا می ساخت. از منطقه خود، از ولسوالی خود موی سفیدا بیایه بگویه که طالب از منطقه ما فیر نمی کنه. این کپی خوب است یا بد؟ خیلی عالی است. ولی این موی سفیدان چه صلاحیتی دارن؟ فردا آقای منگل، این موی سفیدان چه صلاحیتی دارن؟ این صلاحیت دارن که او سرار منطقه است. افغانستان یک جامعه سنتی و قومی و پس اینا رابطه دارن، این موی سفیدانی که شما میگین با طالبان. فردا ناحیه در مردمش جمع میکنی، مردم برتون میگه که ما از منطقه خود نمیمونیم. شما از مسئله دور نرین. نه این موی سفیدان، این موی سفیدان با طالبان ارتباط دارن. فعالیت یما پس از این مصاحبه با وزیر سرحدات، اقوام و قبایل گلاب منگل در رابطه با موضوع متهم شدن حکومت از طرف اعضای شورای ولایتی به واگذاری منطقه دندغوری به طالبان به تاریخ 20 سپتامبر 2015 کاهش و سرانجام در 11 نوامبر 2015 پایان یافت و از سوی این شبکه تلویزیونی کنار گذاشته شد. این که شما نیروهای امنیتی را نمیگذارین طالبان را کاری بکنن در برابرش. یما مناظره های داغ با مقامات دولتی را در برنامه های تلویزیونی پیش برد و کاستی های دولت اشرف غنی را افشا کرد. فعالیت های او باعث شد که مقام های بلند پایه یما سیاوش را تهدید به مرگ کنند
وی پس از آن در برنامه قاب گفتگو و لحظه به لحظه به عنوان مهمان دعوت شد. بعد از 4 سال سرانجام دوباره در برنامه قاب گفتگو و سراچه که از تلویزیون طلوع پخش می شد به عنوان مهمان برنامه حضور یافت و مصاحبه در مورد شیرینی ها و تلخی های زندگی خود انجام داد. ولی ما صادقانه ما کار خود انجام می دادم. به عنوان یک کسی که مردم از ما انتظار داره که حقیقت را بگوییم و در خدمت حقیقت باشیم، ما فقط به عنوان یک گرداننده، یک کسی که یک 4 کلمه گردانندگی میکنه برنامه را، خواستیم حق بگوییم. یکی کی خوش شد خفه شد و دیگه سپردش به خدا. صبح روز سه‌شنبه 7 عقرب 1399 یما به عنوان مشاور رسانه‌ای در بانک مرکزی افغانستان مشغول به کار بود. به همراه 2 تن از کارمندان بانک مرکزی افغانستان در منطقه مکرویان 4 کابل بر اثر انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در ماشین بانک مرکزی افغانستان کشته شد. صدای او که صدای یک ملت برای مبارزه در برابر بی‌عدالتی‌ها بود برای همیشه خاموش شد. تناقض‌گویی‌ها در پیوند به بازداشت عاملین قتل یما روح خانواده سیاوش را به قتل می‌رسانید و بیشتر از 2 سال از ترور او چگونگی قتل یما و عاملین آن هرگز شناسایی نشدند. بدن بیجان یما سیاوش هم مانند صدها جوان افغان دیگر که آرمان آزادی و آبادی وطن را داشتند بی آنکه به هدف برسند به خاک سرد و تاریک دفن شد.